جمال. هاي بالخي في جسر. السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. عامر چنگیزی جنرل سیکرٹری نور ویلفیئر سوسائٹی کی دبلے ہیلتھ ایجوکیشن کارنر ایمبولنس اور بلڈ بینک زمینی کوئٹہ ہزار لنگا روڈ. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آج محمد تقی در ادوای سلامت جامعه که دولت کوین است از همه مهمانان خوش آمدید میگیم. بسیار خوش آمدید. محمد اعجاز نماینده ازاره چرگا سم و اینجا ازاره قبرستانم کسا در غیر سرپرستی از موستا از مردم ایک آمرده است. اعوذ بالله من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نام از من آجی فقر حسین مهرز. ما از مردم رزگانیم در تعلق در ازاریت جرگا و انجمنی تا جران تعلق داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. آجی آقا ما شمورا قدم رای دوستای شما و وکلا که از افغانستان تشریف آوردن خوش آمدید مگم و انشاءالله که شما تقریر کدین بعد کم تفصیل کب مزنی. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. ابتدا تشکر میکنم از جناب میجر صاحب نادر علی که این دعوت ترتیب دادن و کلانای قومای هزاره را در اینجا گرد آوردن تا با هم از نزدیک ببینیم. و از همه شما بزرگایی که در هزاره جرگه هستین و دیگر دوستا کلانای قوم تشکر میکنیم که زحمت کشیدین و اینجا جمع شدین و تا اینکه یک تبادل نظر صورت بگیره در این جلسه. اول من بر شما هدف آمدن خود بگویم که چرا من در شرایط در پاکستان آمدم. در حالی که جمع شرایط بین منطقه و قدر نزدیک نبود، اول خو یک وظیفه دینی و اسلامی ما هست که ما کوشش کنیم که در جهت پایین آمدن تنش ها بین دو کشور اسلامی باید یعنی تلاش کنیم. با آمدن هیئت پارلمانی ما در این مرحله برای سفر پارلمانی که قبلا دعوت شده بود، این بود که یک گام در جهت ایجاد یک روابط دوستانه بین ملت های دو کشور باشه. چون وقتی که با اعضای پارلمان میه با اعضای پارلمان میبینه یا با کلانای دولت میبینه، معناش اینه که مردم افغانستانی نمی روابط میخواه، چون نمایندگان پارلمان نمایندگان مردم هستن و این یک دوستی رو نشان بده. و دوم مسئله اساسی که اینجا در
کویتا واقع شده بود که دو حادثه بسیار هولناک واقع شد و ما احساس همدردی خود کردیم در بابل هم در 35 کشور دنیا مردم از این مسئله یعنی هزاره ها در جای صدا بلند کردن و گفتن که این حوادث باید متوقف شد. ما هم در کابل اونجا یک راهپیمایی کردیم، شاید اینطور تلقی نشده که ما بی‌توجه بودیم یا کمتر تجمع کردیم. ما بیشتر که تجمع نکردیم، جمعیت های یعنی 100,000 نفری و دیگان بالا میشد، اما ما باز ما گفتیم که یه چون مردم که یک جمع شد باید قدر نفر کس کنترل نمیتونه، ممکنه گفایی بزنه که یک تنیش در روابطش مناسبات افغانستان و پاکستان بوجود بیاره یا ای که سرنوشت شما حتی خوب نباشه برسی که از آدرس مردم هزاره یک پای زده شد. ما فقط به دنیای قدر به پاکستان صدای خود رساندیم، به دنیا رساندیم که حوادث فاجعه باری کمیتا باید متوقف شد. و سفر ما در اینجا به خاطر ازی بود که در کنار شما بیم و بشینیم بگیم ما در غم و درد این شریک هستیم، یعنی ما فراموش نکردیم شما را، فراموش نمیکنیم. با جناب صدر اعظم صاحبم که شدیم توجه از نار زیاد کردیم، دنیا هم متوجه از قضیه میشه که ما به خاطر از قضیه اینجا آمدیم. امیدوار هستیم که این حرکت ما یک حرکتی باشه که در جهت رفع آلام و دردها و مشکلات شما تا یک حد موثر باشه. داشتی که شما انشاءالله در کویتا ماین و آمدن شما بسیار باعث فخر از موتیا شده، تسلی از موتیا شده، و ما شما شکریه دیشم ادا مونه. دیشاو آج آقا که شما تقریر کردین، امید در عالم که گفتین که در 38 ممالک دنیا یا دمنی افغانستان هم حاضرگو بسیار جلوس جلسه وغیره کدن، مگر امرای زو شما ای گب هم زدین که خالی دبلی جلوس و جلسه باید شما دیپند رکنین، صرف بلی از اکتفا نکنین، شما باید خود شما بگو کار کنین. دمی سلسله ما شما را گفتم که اطلاعان عرض کنم که امی علاقه ازمو علمدار روڈ که استا دا گرد گوشی ازی مری آباد، نچاری، سید آباد، آجی آباد وغیره امی چیز کی روڑا کی طرفی علاقه ازمو کی مایا امی جاگا مو تمام انشاءاللہ چیک پوسٹ لگندے و ایرا بسیار زبردست دفاعی شی کوشش کرے کی کنے و مردمائی غیر دگا جا اونا کی دی علاقه ازمو مایا علی اتر آسانی نمایا اونا رمو ضرور چیک منی تلاشی منی و مدرفت دونا را بسیار کنٹرول کرے و ای آدمائی ازمو کستا 24 ساعت دبلی ڈیوٹی استا ازو وجه ازی که استا امی مردم ها ازمو کی پریشان شده بود، ازو پریشانی کم زر پر شده چر کی خبر دارا که آلی علاقه ازمو کم زر دفاع دارا امی مردم ها ازمو تختروی مو خاتونوی مو اسکولای مو کستا آلی خود پر محفوظ خیال منند. نگا مو شمو هم امی درخواست منی که شمو ضرور دعا کن که مو دمی کار کو کامیاب شونی، امی اسکولایم و بچایم و زنایم و دمی علاقه محسوس بومنن، امی ترکی مو اراده داری به تا پروگرام که شروع کرے انشاءاللہ کافی قوم از مو کستا دایی کار خوشحال استا و امید داری که مو ایر آئندہ هم مضبوط تر کنی. بس از طرف شما بسیار دوباره شکریہ دامنی که بازم دیں، بسیار مهربانی. اسلام علیکم ورحمت اللہ. محترم استاد آقای محقق و دیگر مهمانان گرامی، شما را در کویتا آمدن بسیار خوش آمدید میگم و ای آمدن شما در این روزایی که آمدین واقعا مثل که بزرگان ما به شما خدمت شما گفتن که باعث دلجویی و حوصله‌افزایی ما شده، از شما بسیار تشکر می‌کنم.